دست کم 13 میلیون نفر از مردم سوریه همچنان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. رئیس امور بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 13 میلیون نفر در سوریه همچنان به کمکهای های بشر دوستانه نیاز دارند که تقریبا نیمی از آنها در نتیجه فرار از خانه هایشان ها و دسترسی محدود به غذا خدمات بهداشتی و دیگر نیازهای درمانی نیاز شدیدی به کمکهای انسانی دارند. به گزارش اسوشیت پرس مارک لوکا که به شورای امنیت گفت که شماره سوری هایی که برای مدت هاست که آواره شده اند از 6 میلیون 300 هزار نفر به 6 میلیون و هزار نفر کاهش یافته است اما سطح آوارگی های جدید همچنان بالا است به طوری که 1 میلیون و 800 هزار نفر ظاهرا بین ژانویه تا سپتامبر مجبور به ترک کشور خود شدند لوکاک ادامه داده از زمان آغاز درگیری ها در نوامبر 2016 میلادی که به بیرون راندن عناصر داعش از شهر عراق منجر شد حملات و درگیری ها به آوار شدن بیش از 436 هزار نفر به 60 مکان مختلف منجر شد وی ادامه داد که در استان شرقی دیرو زور سوریه درگیری های شدید و حملات هوایی همچنان به تلفات غیر نظامیان و زخمی شدن آنها و همچنین آوار شدنشان منجر شده است. این مقام سازمان ملل ادامه داد که حدود سه میلیون نفر همچنان در محاصره و مکانهای دور از دسترس زندگی می کنند و سازمان ملل با چالش های زیادی برای رفع نیازهای انسانی این مناطق مواجه است. پیش از این سازمان بین المللی آوارگان گزارش کرده بود که 350 هزار نفر از مردم سوریه مجبور شدند از ماه آگوست کشور خود را ترک کنند که تنها 250 هزار نفر از آنها در ماه اکتبر مجبور به فرار شدند.